درود بر شما. 26 آبان ماه 1402 خورشیدی و 17 نوامبر 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به اعتراضات معیشتی مردم، به ویژه کارگران فولاد اهواز، و به علی محمد قلی‌ها، معاون اجرایی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی و همدستاش در آلمان. هفته پیش قرار بود مراسم سالگشت یلدا آقا فضلی از جانباختگان انقلاب مهسا جمعه پیش 19 آبان در بهشت زهرا برگزار بشه تهران. مهرداد آقا فضلی، پدر یلدا، چند ساعت پیش از موعد زمان مراسم در اینستاگرام نوشت برگزار نمیشه. نوشت: یک روز قبل از مراسم بهم زنگ زدن بیا اماکن. اولش خیلی استرس گرفتم، بعد یاد دخترم افتادم، آرامش تمام وجودم رو گرفت. رفتم اماکن، گفتن حق نداری هیچ مراسمی بگیری. گفتم من فقط میخواستم یه مراسم خصوصی بگیرم، اینم حقم نیست؟ بعدش گفتم شما از کجا فهمیدین؟ گفتن ما حواسمون بهت هست. منم گفتم خوشحالم که یه سال درگیر من هستین. گفتم من دیگه ترسی ندارم، ترسم زندگی و آینده دخترم بود که رفت. الان فقط ترسم اینه که بیایید مراسم دخترم به بچه های مردم آسیب برسونید، من شرمنده پدر مادراشون بشم. ای کاش اینقدر که الان یاد یلدا به من آرامش و جسارت میده، تو اون 19 سال زندگیش منم یک بار بهش این حس رو داده باشم. شرمندم که نتونستم یک مراسم خوب برای دختر شجاعم بگیرم. و نوشت: بلندترین شبها را نه در شب یلدا که در نبود یلدا به سر کردیم، ولی یاد گرفتیم تا آخر اظهار پشیمانی نکردن را. توی 19 سال اونقدر کتک نخورده بودم که توی 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدام در نمیاد، اونقدر جیغ و داد کردم، ولی تا آخر لحظه اظهار پشیمونی نکردم. تو بروندم نوشته مجرم اظهار پشیمونی نکردم، من اینطور بودم همینی که هست اظهار پشیمونی نمیدم. یلدا شیر دختر زیبا، یه سال خونه سینه ما، آه یلدا دختر ایران، چراغ خونه دردونه ما. تو تعبیر امید تو شبای سر بودی، تو خندیدی حتی وقتی پر درد بودی. یلدا واسه چیدنی هایی که نچیدی، هرچی که میشد ببینی اما ندیدی. میرسیم فردا به رویای تو یلدا. شبای سر بودی، تو خندیدی حتی وقتی پر درد بودی. یلا دختر ایران، واسه چیدنی هایی که نچیدی، هرچی که میشد ببینی اما ندیدی. میرسیم فردا به رویای تو یلا. چنان که در تقدیمی هم نمونه از ترس حکومت در برابر مردم رو دیدیم که به چه فلاکت اخلاقی و سیاسی افتاده که حتی برگزاری مراسم جانباختگان رو از خانواده هاشون سلب میکنه، بعد از اینکه بچه هاشون رو میکشه تازه میره سر وقت خانواده های داغدارشون. عفو بین الملل 36 خانواده از 10 شهر ایران رو مستندسازی کرده که حکومت احضارشون میکنه، میگه باید ساکت باشین و برگزاری مراسم ممنوع، سنگ مزار این بچه ها رو خراب میکنن. سازمان یافتم این کارو میکنن. عفو بین الملل نوشته:
ابرها با ریختن قیر، رنگ پاشی و یا آتش زدن آسیب دیدند، سنگ قبرها را شکستند و عبارات روی سنگ قبرها که قربانیان را شهید توصیف می کند یا بیان می کند که آنها در راه آزادی جان باختند به اجبار پاک شدند. مقامات همچنین از انجام تحقیقات برای شناسایی مظنونان به ارتکاب این جرائم و محاکمه آنها یا اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تخریب مکرر قبرها سر باز زدند. کار خودشون. جمهوری اسلامی همزمان با بحران سازی در منطقه فضای داخل رو با خشونت میبنده. ببینین بعد از شروع انقلاب مهسا و به ویژه در 40 روز اخیر که جنگ حماس و اسرائیل جریان داشته، شمار اعدام‌ها در ایران چقدر زیاد شده. آمار اعدام در جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی 75% بیشتر شده است. بنابر داده های سازمان حقوق بشر ایران، بعد از 25 شهریور 1401 تا کنون 655 نفر در ایران اعدام شدند. این در حالی است که متوسط آمار اجرای احکام در 6 سال اخیر 374 مورد در سال است. اینا بیان ذات بحرانساز و جنایتکار حکومت جمهوری اسلامی است که نمیتونه کشور رو در آرامش، صلح مدیریت کنه، نمیتونه فضای زندگی معمولی و بی دغدغه برای مردم فراهم کنه، چون توان مدیریت اقتصادی و اجتماعی رو نداره. همیشه باید با کشتن و گرفتن شمشیر بالا سر مردم برآمد موج بلند دیگری از انقلابی رو که زیر پوست جامعه در جریان، هم ما میدونیم هم خودش میدونه، بتونه اندکی عقب بندازه. جمهوری اسلامی هرچه بخواد فضای سیاسی و اجتماعی کشور رو تغییر بده، فرافکنی کنه به اصطلاح مسائل و مشکلات داخل ایران و به منطقه، بخواد حواس مردم رو به خبر رویدادهای ناگهانی خارج از حوزه های زندگی روزمره و نیازهای زندگی روزمرهشون معطوف بکنه، مگه چقدر میتونه؟ چه مدت میتونه این تلاش واقعا مذبوحانه رو کش بده؟ چون واقعیت زندگی متفاوته. هفته‌ای که گذشت باز گستردگی اعتراضات کارگری، بازنشستگان، پرستاران، معلمان رو در شهرهای مختلف داشته ایم. شعارها فقط معیشتی نیست. آزادی معلمان زندانی یکی از شعارها در بعضی از این تجمعاتی است که به انگیزه معیشتی شروع میشه. همیشه همینطور بوده. خواستای معیشتی پایه و آغاز خواستای اجتماعی و سیاسی میشه، چون وضع اقتصاد خانواده‌ها رو ویران کرده. ولی این پایه میشه و حالا یعنی ادامه پیدا میکنه، مراحل بالاتر میره. حالا باز به نظر میاد که مرحله دیگری از اعتراضات بر پایه خواستهای صنفی و معیشتی شروع شده. در عراق برای مثال پرستاران روز شنبه مقابل استانداری عراق تجمع کردند. تو چند شهر دیگه از جمله تهران در بیمارستان شهدای تجریش هم تجمع پرستاران در اعتراض به چگونگی اجرای قانون تعرفه گذاری بود که این اعتراض به چگونگی قانون تعرفه گذاری یعنی اعتراض علیه بردهداری، اضافه کاری اجباری بهشون میدن به اسم تعرفه گذاری، اضافه کاری اجباری بهشون میدن، یعنی اگه اضافه کاری نکنن اخراجن. بعد پولی که در قبال اضافه کاری اجباری باید بدن و نمیدن، یعنی اینقدر اندکه که انگار نمیدن. بعضی منابع در فضای مجازی از برخورد فیزیکی حراست بیمارستان شهدای تجریش با یکی از پرستاران خبر دادن. به گفته محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار، دلیل این تجمعات اضافه کاری اجباری و اختلاف پرداختی فاحش میان پرستاران و پزشکان است. دبیرکل خانه پرستار میگوید خواسته‌ای که در تجمعات امروز و سالهای گذشته مطرح شده کاملا قانونی است و مطالبه 16 ساله این صنف است. نمیشود که پرستار کارانه 1 میلیونی و 2 میلیونی دریافت کند و گروهی دیگر 150 میلیونی. این اختلاف تنها در ایران است.
هیچ نقطه در این کره خاکی چون این اختلاف صد برابری نمی بینید. اینجا ایران است. در تجمع هفتگی بازنشسته ها که علیه ناعادلانه بودن مستمری بازنشستگی و نامتناسب بودن این مستمری با نرخ تورم و گرانی وحشتناک هر هفته سه شنبه در شهرهای مختلف برگزار میشه، هفته پیش تجمع بازنشستگان صنعت نفت ویژگی داشت، برجستگی داشت، به دلیل داغ شدن موضوع ادغام صندوق‌های بازنشستگی در تأمین اجتماعی. ببینین ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی باعث شده که دولت سید محرومان تصمیم بگیره همه این صندوق‌ها رو در تأمین اجتماعی ادغام کنه. چرا ادغام کنه؟ مسئله حل میشه؟ نکته‌ای که بسیاری از منتقدان به آن تأکید دارند این است که ادغام صندوق‌های بازنشستگی در نهایت به زیان بیمه شدگان تأمین اجتماعی خواهد بود و زیان‌های انباشته شده در این صندوق‌ها از محل صندوق تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد تا از این رهگذر دولت بتواند با دسترازی به اندوخته مردم از بحران ایجاد شده عبور کند. این بحران اما از آن چیزی که به نظر می‌رسد عمیق‌تر و وقوع آن نزدیکتر است، به طوری که در 13 اردیبهشت امسال سجاد پادام مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اظهاراتی که واکنش برانگیز شد با اشاره به کمبود منابع تامین حقوق بازنشستگان در ایران گفت 300 هزار شهید دادیم که یک وجب خاک از دست ندهیم، اما ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم. این یه جنبه قضیه است. جنبه دال البته اون شخص رو برکنار کردن چون اومد اینجوری به صراحت حرف زد. جنبه دیگه این ادغام صندوق‌های بازنشستگی در تأمین اجتماعی از جمله صندوق بازنشستگی نفت اگر عملی بشود دزدی دولت از جیب مردم بیشتر میشه. دولت 700 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکاره. صندوق بازنشستگی نفت و هر صندوق بازنشستگی دیگه که در تأمین اجتماعی ادغام بشه ضرر تأمین اجتماعی منتقل میشه به همه این صندوق‌ها، چه دولتی باشن چه خصوصی. صندوق بازنشستگی نفت مطلقاً غیر دولتیه. حقوق بازنشستگی 500,000 نفر بازنشسته صنعت نفت با خانواده‌هاشون دست کم 3,000,000 نفر رو پوشش میده، حداقل حاصل 30 سال کار، 30 سال سهم بازنشستگی را از حقوق ماهانه کنار گذاشتن و هیچ کمک و یارانه دولتی دریافت نکردنه. صندوق بازنشستگی نفت نه هیچ دریافتی از دولت داشته، هیچ، نه هیچ سوبسید و یارانه‌ای گرفته. در تمام عمرش فقط و فقط بر سهم بازنشستگی از حقوق کارکنان صنعت نفت متکی بوده. دست زدن به پول این صندوق یعنی دزدی کردن از خونه بازنشسته‌ها تو روز روشن جلو چش صاحبخونه. دولت‌های قبلا می‌خواستن این دزدی رو بکنن، نتونستن. دولت رئیسی چون رئیسش سید محرومانه و وزیر کار سید سولت مرتضوی یعنی زمان اون شد، این مصوبه تو جلسه هیئت دولت تصمیم گرفتن که ضمن تصویب برنامه هفتم توسعه‌شون ادغام صندوق‌های بازنشستگی رو تصویب کنن. کردن. چند روز گذشته که موضوع رفت مجلس، اعتراض بازنشسته های شرکت نفت پررنگتر از گذشته شد. در مجموع اعتراضات بازنشسته ها در شهرهای مختلف نمونه های عرض میکنم، یک شنبه 21 آبان همین 1402 یه شنبه پیش در اهواز اعتراض کارکنان بخش ستادی شرکت مناطق نفتخیز جنوب که اهمیت ویژه‌ای داره. ببینید دیگه سخنران تجمع یک شنبه نفتی ها خیلی هوشیارانه و غیر مستقیم میگه اگه اینجوری پیش بره شیر نفت خلاصه بسته میشه و در نتیجه بودجه دولت میره رو هوا. ما جمعیت حاضر در ستاد پنج طبقه رسماً و قانونا اعلام میکنیم صندوق بازنشستگی نفت به هیچ سازمان دیگری تعلق ندارد.
و مختص نیروهای شرکت نفت می باشد. احسن احسن. عزیزان عزیزان، صحبت از خوردن حق نیست، صحبت از بی احترامی به جامعه نفت است، صحبت از کشتن انگیزه هاست، صحبت از نادیده گرفتن زحمات پرسنل است. ما در این شرایط قرار داریم. حالا کارکنان عملیات گلات و اینا هم نبود. اگر قرار بر این باشد که حاصل زحمات یک عمر ما نادیده گرفته بشود، دود آن به چشم سازمان می رود. دود آن به چشم سازمان می رود. دود آن به چشم یک یک ایرانیان می رود. صنعت نفت مولد بودجه کشور است. از فردای این تجمع، یعنی از دوشنبه پیش، خبرهای زیت و نقیض از دولت و مجلس شنیده شده که طرح ادغام صندوق‌ها مسکوت گذاشته شده. یکی میگه تصمیم گرفته شده انجام میشه، یکی میگه وزیر نفت که البته نامش منتشر شده نامه میزنه به رئیسی که این ادغام کار خطرناکی است، مردم میاره خیابون. رئیسی میره وزارت خونه با وزیر نفت چونه زنی که پس چه خاکی بر سرمون کنیم، پول نداریم، بیشتر دست کنیم تو جوب مردم، این کارم بکنیم. یکی از نماینده های مجلسشون گفته این طرح فعلا منتفیه، ولی هنوز خبر قطعی منتفی شدن ادغام صندوق های بازنشستگی اعلام نشده، کما اینکه سه شنبه 23 آبان بازنشسته ها و بازماندگان صنعت نفت مازندران در اعتراض به دسترازی به صندوق بازنشستگی نفت و مصوبه دولت برای ادغام صندوق های بازنشستگی مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان نفت مازندران در ساری تجمع کردند. اعتراض ها چنان که گفتم از اول هفته گذشته در شهرهای مختلف ادامه داشته، از هفته های پیشتر پررنگ تر بوده. جمهوری اسلامی هم هارتر از همیشه میخواد مقابله کنه، اینقدر وقیح که حتی به تجمع بازنشسته ها حمله میکنه. ببینین یکی یه ویدیو، همه غیر از مزدورای لباس شخصی، این غول تشنهای شکم گنده ریشو، بالای 65-70 سال سن دارن، اینا که تو خیابونن، یه عمر کار کردن، زحمت کشیدن، حالا که حق بازنشستگی عادلانه میخوان، میریزن میزننشون، اینا میگیرن میبرنشون. ببینین تجمع اعتراضی بازنشسته های صنایع فولاد و معادن تهران. نه بردنشون. لباس شخصی ها و نیروی انتظامی رو میندازن به جون بازنشسته های صنایع فولاد و معادن تهران، حراستی هاشون هم میندازن به جون کارگرای فولاد اهواز. کارگران گروه ملی فولاد یک شنبه 21 آبان حرکت برای همسانسازی حقوق‌ها و افزایش دستمزد، برای طبقه بندی مشاغل، برای بازگشت به کار همکاران اخراجی، برای اتحاد کارگر در مقابل نیروی مزدور حراست، حرکت و همبستگی. Thank you.
روز بعد دوشنبه 22 آبان 1402 اعتصاب و راهپیمایی کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و برای افزایش دستمزدها و پرداخت مزایا و مطالبات عقب افتاده. ملی فولاد اهواز دوشنبه 22 آبان 1402. این اعتراض ها به ویژه در حوزه کارگری نشون میده که کارگرها از نحوه سرکوب حکومت و از چگونگی وعده های حکومتی در تمام این سال ها اینقدر تجربه گرفتن که یک قدم بزرگ به جلو بردارن. من توضیح نمیدم، ببینین خودت در فولاد. نه لیدریم، نه نمیدونم از جایست. همه شما لیدر زن و بچه هاتونید، لیدر خانواده هاتونید، همه شما، همه شما لیدرید. هیچ کس به تنهایی کسی رو جنه، همه شما به خاص خودتون اومدید، به خاص من نیومدید. من برای خودم اومدم دارم دفاع میکنم، تو هم باید بیا برای خودت دفاع کنی. چه سرفرد، چه رئیس، چه مدیر، اصلا این نیست که من به تو بگم بیا دفاع کن. شما همه تون لیدر خانواده هاتونید، بیاید حقتونی بگیرید. حق گرفتنیه. آقا ما هر روز هر دقیقه تکرار میکنیم خواستمون چیه؟ یک، همسانسازیه. حقوق ما با شرکتی که ماله فولاد اوکسی. حقوق ما باید همسانسازی بشه با فولاد اوکسی. طبقه بندی مشاغل به من ربطی نداره. میخواد 200 تومن طبقه بندی به من بده، من احسان سازی رو میخوام. اینا باید اعمال بشه، بعد باید تو فیش اعمال بشه. مگه با بچه طرفی مساعده بدی؟ باید سر پیس من بیاری، فیشم رو بر میداری، فیشو اصلاح میکنی، فیشو بر میگردی تو سایتش. شاید ماه دیگه رفتی، اصلا من به تو اعتماد ندارم. این اوکسین که ایشون گفتن، منظور فولاد اوکسینه که یکی از سهامدارای اصلیش همین گروه ملی فولاد اهوازه. یعنی مالک این دو مجتمع فولادی ظاهرا فرق میکنه. مالک گروه ملی فولاد که شرکت دولتی است، بانک ملیه، ولی فولاد اوکسین به صورت سهامی عام اداره میشه که سهامدارای اصلیش همینان، شرکت‌های دولتی ان، از جمله همین گروه ملی فولاد. باری کارفرما حراست رو میندازه به جون کارگرای معترض گروه ملی فولاد. همین معترضان که دیدین، حراستی ها دو جوره برخورد میکنن. هم بهشون یاد دادن بگن ما هم کارگریم، از خودتونیم، اعتراض نکنین، اعتصاب نکنین، بریم بازم حرف بزنیم با کارفرما، همین که شغل داریم، شاغلیم، خدا رو شکر کنیم، از این حرف. البته اگه اثر نکرد که نمیکنه، هم میشه تا کارگرها حقشون نگیرن، دیدیم عقب نمیشینن، حمله به تجمع میکنن. یوسف بهمنی از نماینده های کارگرای مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه پیامی فرستاد، ویدیویی برای کارگرای معترض فولاد. بنده به نوبه خودم حمایت میکنم از تمام اعتراضات کارگری و مطالبه به حقشون، چه از کارگران فولاد، پرستارای عزیز، بازنشسته هایی که عمرشون و زندگیشون رو برای صحنه کار و تلاش دادن و امروز کف خیابونن، به جای که الان آسایش و آرامش داشته باشن، اما هنوز که هنوز مطالبه گری دارن میکنن. تشکر میکنم، دست همشون رو میبوسم، انشالله که به اون نتیجه که میخوان برسن. اما یه چیزی که واضح هست برای اینه که امروز کارگرای، شنیدم که کارگرای حراست روبروی کارگرای فولاد قرار گرفتن. میخوام اینو، تجربه‌ای که تو هفت‌تپه هم بوده و فکر میکنم از هفت‌تپه، چون سرآمد تمام اعتراضات و اعتصابات کارگری هفت‌تپه و فولاد بوده، و اینو به صورت سیستماتیک و به صورت کاملا تعیین شده دارن انجامش میدن، اینه که کارگر روبروی کارگر قرار میدن در لباس حراست.
حراست هایی که نه همه دارن تاکید میکنن، کارگرانی که کارگر هم نیستن اما مزدورن و در لباس کارگر روبروی کارگر قرار میگیرن، اینا از پیش تعیین شده است و هدفشون اینه که دیگه ما مطالبه گر نباشیم، هدفشون اینه که کارگر روبروی کارگر قرار بدن و بگن نگاه کنید این خود کارگره که روبروی کارگر ایستاده، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. اگر کارگر باشه، من کارگر باید منافع خودم و منافع جمع و منافع کارگری رو در نظر بگیرم. هر موقع من به سمت مطالبات کارفرمایی رفتم اونجاست که من مشکل دارم. پس اینا برنامه ریزی شده است که میخوان هر طوری شده دیگه ما مطالبه گر نباشیم، میخوان ما سرخورده باشیم، میخوان کار ما رو به جایی برسونن که دیگه صدامون بالا نیاد. اما ما همیشه در هر حال باید اعتراضات و اعتصابات خودمون ادامه بدیم تا به اون نتیجه‌ای که میخوایم، تا اون نهادی که مربوط است تحت فشار قرار بگیره و به اون خواسته‌ای که به حق دارن تأکید میکنن به حق تمام مردم ایران برسن. انشالله که همیشه حمایت بکنیم، همه در هر شرایطی، هر کس در هر جایگاهی که میتونه کمک بکنه انشالله کمک بکنه تا به اون خواسته های اصلی دست پیدا کنیم. خب از شبکه ارتباط هایی میخوایم بگیم که از دل بسیج و دولت و مجلس در آمدن و در آلمان دارن اقتصاد میکنن. اکثرشون دار دسته قالیباف و احمدی نژادن. مهرداد بزرگپاش که از معاونت احمدی نژاد اومد شد وزیر دولت رئیسی نقطه وصل اینها بوده. متولد 1359 دوره دانشجویی رئیس بسیج دانشجویی بود. روزنامه وطن امروز رو راه انداخت، تنها روزنامه تمام رنگی با پول وزارت ارشاد و کاغذ دولتی. تو شهرداری احمدی نژاد سال 81 شد رئیس گروه مشاوران جوان شهردار تهران، 22 سالش بود. سال 86 26 سالش بود شد مدیر عامل پارس خودرو و بلافاصله مدیر عامل سایپا نابغه. بذارین درباره نبوغش بگم و بگذاریم. مهرداد بزرگپاش که رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه شریف بود، بعد از مشاورت شهردار با انتخابات 1384 مشاور جوان رئیس جمهور یعنی احمدی نژاد می شود و سپس بدون یک روز سابقه مدیریت صنعتی در 26 سالگی به مدیریت یکی از بزرگترین مجموعه های خودروسازی منصوب شده و معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان ملی جوانان را هم تجربه می کند. پس از انتخابات ریاست جمهوری با وجود مشاغل متعدد به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ادامه می دهد و با نمره 9 مردود می شود. اما با موافقت شورای آموزشی دانشگاه نمره او به 18 تغییر می کند و نمره نهایی او یک باره به نمره قبولی بالا عوض می شود. سپس بدون دادن کنکور دکترا با نامه از وزارت علوم به عنوان دانشجوی دکترای دانشگاه علامه پذیرفته می شود و زمانی که موضوع توسط رسانه ها فاش می شود، احمدی نژاد ناگزیر دستور رسیدگی به پرونده او را می دهد و بعد فاش با انتشار بیانیه ای از تحصیل در دانشگاه علامه انصراف می دهد. اما عملا این اتفاق رخ نمی دهد. به تحصیل در دوره دکترا بدون کنکور ادامه می دهد. می خواد بگن دکتر فلان. اما یکی از برجسته ترین اساتید دانشکده مدیریت که همکنون ریاست انجمن مدیریت استراتژیک ایران را بر عهده دارد، بزرگپاش را با نمره 4 مردود می کند و این استاد تمام بعدها توسط رئیس دانشگاه علامه به علل واهی بازنشسته می شود. مهرداد بزرگپاش با دختر وزیر آموزش و پرورش احمدی نژاد نیز ازدواج کرده است. باری دوره اول دولت عدالت ورز احمدی نژاد مشاور رئیس جمهورشون بوده، دوره دوم معاون رئیس جمهور.
سال 91 تا 95 هم نماینده مجلس شورای اسلامی بودن ایشون، عضو هیئت رئیسه مجلس. سال 99 میشن رئیس دیوان محاسبات کشور که وظیفش مثلا رسیدگی به حسابرسی از همه دستگاه‌های حکومتی است که از بودجه دولت تغذیه میشن. ۱۴۰۱ شد وزیر راه و شهرسازی سید محرومان. تو این مسیری که عرض کردم، این جوان حزب‌اللهی رئیس بسیج سابق و وزیر فعلی یه تعداد تخلف مالی و یعنی اوضاع اینقدر خراب بوده که ثبت میشه دیگه، تخلف مالی و حقوق و پاداش نجومی و حتی حکم زندان داشته از جمله، یعنی داره هنوز. به گفته محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در سال 94، مهرداد بسپاش رئیس سازمان ملی جوانان در دولت دهم و صاحب امتیاز روزنامه وطن امروز به اتهام فساد و زمینخواری به 5 سال حبس محکوم شده است. البته ایشون نه زندان رفتن، اصلا دلیلی وجود داشته که کسی مزاحم پیشرفتشون بشه؟ دوره که مدیر عامل سایپا بود 86 تا 88 یه جمعی از جوانان حزب اللهی رو با خودش برد که حلقه علی قلی ها و امید هشت زر اونجا محکم شد. حالا میگم اینا کیه. شغلای دیگه ای هم داشته، مثل مدیر عاملی گروه توسعه صنعت و معدن تدبیر زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام و قائم مقامی بنیاد تعاون سپاه. اینا رو درباره این آدم گفتم که برسم به اصلیا در این گزارشی که امشب میخوام خدمتتون بدم. اول درباره علی محمد قلی ها بگم. اسم این آدم که البته در شرکت های خارج از کشورش علی ببخشید علی محمد قلی ها و از جاها می نویسه، مثلا اسم باباش عباس محمد قلی ها، به هر حال در ایران به اسم علی محمد قلی ها می نویسن. کدومش شناسنامه شما نمیدونم. حالا دو جا مخصوصا خیلی این آدم رسانه‌ای شد در این سالهای اخیر. یکی وقتی که تو مدیریت سایپا و راهن بود، همون 26 سالگیش 25 6 سال 7 سال اینجوری، یکی زمانی که تو شهرداری قالیباف بود. علی محمد قلی ها داماد برادر منصور ارضی است. منصور ارضی مداح حسینی و مسجد ارگ تهران و بیت خامنه است. هم تو اشک گرفتن از هزار، هم تو بددهنی و فحاشی موقع مداحیش سمت استادی داره به بقیه مداحای بیت و کل حکومت، میگن همشون که استادمون. یکی از کسایی که با دوماد برادر این آدم یعنی با علی محمد قلی ها در دوره آشنایی داشته نوشته است که در رسانه زیتون نوشته اینو. قلی‌ها مثل بسپاش 10 سال طول کشیده تا مدرک کارشناسی را در دانشگاه آزاد قزوین تمام کند و در نهایت با توصیه مدرک لیسانس خود را گرفت. قلی‌ها در سال 1390 مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو شده بود در حالی که حدوداً 30 سالش بود. در فاصله سالهای 87 تا 90 پایین‌ترین سمت کاری وی معاونت فنی و مهندسی راه آهن بود و بعد از آن در شرکت سایپا مدیر عامل شرکت سایپا پرس و بعد از آن مدیر عامل سایپا سوریه شده بود. ورود وی به سایپا به واسطه یکی دیگر از مدیران نزدیک به جریان احمدی نژاد که همسن و سال او بود صورت گرفته بود، مهرداد بسپاش که در کنار قلی ها در سال 84 عضو گروه مشاوران جوان احمدی نژاد بود و در سال 86 و در سن 28 سالگی به سمت مدیر عاملی شرکت سایپا رسیده بود. حالا چه میدونم 27 سالگی. بسپاش ابتدا مدیر عامل شرکت پارس خودرو شده و در آن زمان قلی ها را با خود به آنجا میبرد و او را مدیر حراست پارس خودرو میکند. سپس قلی ها به راه آهن می رود و در پی تخلفات مربوط به واگذاری چند پروژه ساختمانی بدون مناقصه به پدر خود
حاج عباس برکنار می شود و مجدداً به بحث پاش می پیوندد و در سایپا دو پست مدیریتی جدید را تجربه می کند. یعنی در طول 3 سال یک جوان با سن کمتر از 30 سال بدون سپری کردن هر گونه دوره کارشناسی و ارتقای تدریجی و حتی بدون داشتن شایستگی تحصیلی در بخش های مهم به سمت مدیریتی گمارده شده تا آنکه به مدیر عاملی مترو تهران می رسد. تو مترو تهران فقط در 1991 و 1992 دوره مدیریت همین آقای قلی ها 4200 نفر از مداها و خانواده ها و فک و فامیلاشون استخدام مترو میشن. سازمان بازرسی کل کشور در گزارش 93 صفحه‌ایش میگه، درباره همه اینا گزارش های مفصل داشتی، من دارم تیتروار فقط گزارش میدم خلاصه. سازمان بازرسی کل کشور یه گزارش 93 صفحه‌ای داد که در اون نوشت که با این استخدام ها 82% به کارکنان شرکت بهره برداری مترو اضافه شده و پرداختی به کارکنان 275% بالا رفته. یعنی هزینه رو شهر داری. بعد این 4200 نفر همه مدرک زیر دیپلم، طبیعتاً بدون هیچ تجربه کاری. خیلی هاشون اصلا نمی اومدن سر کار، فقط فیش حقوقی بالا می گرفتن چون مداهن، سفارش شده قلی های دوماد داداش حاج منصور ارضی هن. پایتخت دست این هاست، مملکت دست این هاست. حالا ببینین دیگه ادامه رو. خود علی محمد قلی ها همون موقع مدیر عامل متروه دیگه، جزو اولین کسایی است که قالیباف بهش خونه 8 میلیاردی میده. اون موقع سال 90 حساب کنین 8 میلیارد 7 میلیارد 700 میلیون تومان با 50% تخفیف. بعد که قالیباف از شهرداری میره میشه رئیس مجلس شورای اسلامی خانه ملت، رو از این مزخرفات قلی ها رو با خودش میبره میکنه معاون اجراییش. حتی مسئولیت ستاد برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی همین رئیسی رو میسپره به قلی ها. تیر 1400 یک سال بعد قلی ها میشه معاون اجرایی بذرپاش در دیوان محاسبات کشور. یعنی از مجلس استعفا میده میره بذرپاش که شده بود رئیس دیوان محاسبات کشور. دوره بذرپاش هم یه سال خورده ایه. درست قبل از اینکه بذرپاش از دیوان محاسبات بره بشه وزیر دولت رئیسی، ایشون میشه معاون اجراییش، از معاونان اجراییش. حالا اینو داشته باشین. یه اشاره هم به امید تشت زر بکنم تا بریم سراغ اسناد قضیه. بعد پاش سال 86 که به عنوان مدیر دولت احمدی نژاد میره سایپا و میشه مدیر عامل، امید تشت زر رو با خودش میبره میکنه مدیر حوزه مدیر عامل. مدیر حوزه مدیر عامل امید تشت زر سال 88 میشه رئیس هیئت مدیره شرکت سایپا آزین که وابسته به سایپا است. کارش طراحی و تولید صنعتی و تزیینات داخلی خودروهای سبک و سنگین و وسایل حمل و نقل عمومی است. تشزر سمت مشاور مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سایپا آزین، عضو غیر موظف شرکت سایپا سوریه و عضو هیئت مدیره تراکتورسازی تبریز را بر عهده داشته است. شهریور 90 علی محمد قلی ها امید تشزر را به سمت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه تجاری شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه منصوب می‌کند. ببینید اینجوری به هم وصلند. دارین الان می‌بینید علی محمد قلی ها و امید تشزر شرکت هایی که درش نقش دارن یا به عنوان مدیر عامل یا هیئت مدیره و بعد همشون از طریق بودن در بهره برداری راهن شهری تهران عمومه به هم دیگه متصلن. این لوگو هم عرض بکنم که مال تولید شده یا آقای کلانتری است، فریبرز کلانتری که زحمت کشتن و به ما دادن که استفاده کنیم. خب اون 2 سالی که این دوتا، یعنی علی محمد قلی ها و امید تشت زر تو شرکت بهره برداری مترو قالیباف بودن،
شبکه‌ای رو که دیدین که این دوتا رو به هم وصل میکرد، یه فرد دیگری در شبکه‌ای که اینا در آلمان دارن وارد روابط اینا میشه به اسم حمیدرضا مهرعلی که یک سال هم فوتبالی ها خوب میشناسنش، نایب رئیس فوتبال کشور بود. او از پرسنل سابق کمیته انقلاب اسلامی بود که در ادغام با شهربانی و تشکیل نیروی انتظامی درجه دار نیروی انتظامی شد. ورود مهرعلی به ورزش اما توسط سرهنگ سید مجتبی پیامبر سرپرست وقت تیم فوتبال پاس تهران صورت گرفت و مهرعلی به عنوان استاد تکواندو وارد این باشگاه شد. او همراه با یکی از پرسنل باشگاه به نام مرتضی سراج تیم تکواندو پاس را تشکیل دادند. در جریان حضور تیم تکواندو پاس در مسابقات بین المللی آلمان مقدمات فعالیت اقتصادی مهرعلی در آلمان فراهم شد و امروز با گذشت 22 سال بسیار گسترده تر هم شده است. در سابقه مهرعلی از جمله مدیریت لیزینگ ایران خودروست. ظهور پدیده احمدی نژاد مصادف با اوج گرفتن مهرعلی شد که در وزارت رفاه پرویز کاظمی به مناصب مهم می رسید. پرویز کاظمی رو که دادگاهیش کردن انداختن زندان و بعد یهوی ستایی سکته کردن روز دادگاه و اینا که بمونم شاید یادتون باشه. وزیر رفاه احمدی نژاد. خب حمیدرضا مهرعلی در دولت احمدی نژاد به ریاست لیزینگ ایران خودرو رسید. در این دوره مهرعلی توانست با کمک دوستانش چند شرکت تأسیس کند تا توسط آنها اقدام به برون سپاری برخی کارها مانند وصول مطالبات لیزینگ ایران خودرو کند. یکی از این شرکت‌ها لیزینگ قدیر بود که مهرعلی عضو هیئت مدیره و عزیزی خادم سرپرست سابق فدراسیون فوتبال، یه سال شد رئیس فدراسیون فوتبال دیگه. اون دعواها و اینا. عزیزی خادم مدیر عاملش بود و مهرعلی عضو هیئت مدیره مدیر عامل لیزینگ قدیرها، مهرعلی هم عضو هیئت مدیرش. اینا توی فدراسیون فوتبال هم اون رئیس بود، این نایب رئیس. با افزایش درصد معوقی مشتریان لیزینگ و واگذاری درصدی از وصول این معوقات به شرکت قدیر، عملاً درصدی از این درآمد به جیب عزیزی خادم و مهرعلی ریخته میشد. اتفاق تا پیش از آن وظیفه شرکت اصلی لیزینگ ایران خودرو بود و عملاً درآمد آن به صورت مستقیم به ایران خودرو می رسید. مهرعلی در آلمان زندگی می کند. حالا مهرعلی، علی قلی ها، هشت زر، اینا در آلمان چکار میکنن با بقیه ای که میگم؟ آبان 1400 رسانه‌های ایران نوشتند حمیدرضا مهرعلی مدیر عامل شرکت DHF آلمان از شرکت‌های تابعه سایپا در شهر دوسلدورف بوده اما هفته گذشته از کار برکنار شده و در حالی که در تهران حضور داشته به او اطلاع دادند دیگر لازم نیست برای ادامه فعالیت به آلمان برود. کیو جاش می‌ذارن؟ امید تشزر را جایگزین او کردند. حالا اینا با هم کار می‌کنن. ببین یه قول بازاری های قدیم حاجی بغدادش خرابه. نه کجا اینا با هم کار میکنن، بعد دعواهای جناحی هم دارن، بعد اینو ور میدارن جاش هم اونو میذارن، حالا هر دوتاشون هم بعدن تو آلمان شریکن ها. حالا ورش میدارن، امید تشتر میذارن به عنوان مدیر عامل شرکت DHF آلمان از شرکت های تابعه سایپا در دوسلدورف آلمان. این خب مهرعلی هم که میره آلمان، یعنی میرفت آلمان اصلا همون موقع، من نمیدونم رسانه های ایران بی خودی نوشتن که لازم نیست برود، نمیدونم آلمان دیگه خلعیت شده است و کلی با سرمایه گذاری اینا کردن مثلا با پول مردم ایران. این شرکت و همین DHF که میگن از شرکت های فرعی تابع سایپا، از سال 2002 فردی به اسم سید محمد رضا عادلی، سید جزء اسمش ها، دقیقاً نمیدونم چه نسبتی با سید ممدوحسین عادلی رئیس بانک مرکزی دولت رفسنجانی داره، با 650 هزار مارک آلمان، سال 2002 هنوز مارک بود، یورو نشده بود، تأسیس میکنه به عنوان شرکت صادرات و واردات ماشین‌آلات و
واسطه گر. سال 2016 7 سال پیش دارایش میشه 7,300,000 یورو و بعد از اون تاریخ هم هیچ سندی از دارایی‌های علنیش نیست. در 10 سال گذشته از جمله مدیران این شرکت حمیدرضا مهرعلی و امید تهشسر بودند، همونا که تو ایران دعوا بود مثلا این برون بیاد. همین الان مدیر عامل این شرکت امید تهشسره. ببینید نقشه بعد داریم میبینین دیگه، این شرکت مربوطه و دسترسی به تمام این اطلاعات هم در اینترنت عمومی است، میتونید علنی است، میتونید همه تون برین اگه دسترسی دارین به اینترنت. اینجا امید تهشسر با امیررضا مهرعلی و سید ممرضا یا سید مم حسین عادلی شریکه و مدیر عامل حمیدرضا مهرعلی. در گزارش که دارین میبینین الان در سندی که میبینین که میرسیم بهش، این به گزارش نبض بازار قلی ها از نیروهای دست اول قالیباف که از امیدهای گرفتن پست بزرگ در دولت بود، نه تنها این اتفاق برایش نیفتاد بلکه از معاونت اجرایی مجلس هم ظاهرا به خاطر موضع شاسی بلند ها عزل شد و به یک سازمان فرودست دستگاه تقنینی یعنی دیوان محاسبات رفت و در اونجا معاون اجرایی شد. مدیر عامل جوان و سابق سایپا سوریه و مترو تهران که استخدام چند هزار نفری از بچه‌های جنوب بسیجی جنوب شهر تهران همچنان پر سر و صدا است، در کنار قالیباف از نظر سیاسی با محسن رضایی بسپاش سردار نقدی ارتباط نزدیک داشته و داره، هر جام بوده مهر خودش رو زده، هر چی تونسته بالا کشیده. پارسال وقتی فاطمی امین وزیر سمت رو میخواستن مجلسی ها استیضاح کنن 1401، قلی ها معاون اجرایی رئیس مجلس بود دیگه، معاون اجرایی همه قالیباف، نامه داد به بهمن موتور تا 140 تا ماشین شاسی بلند فیدلیتی و دگنیتی با قیمت کارخونه بده به نماینده ها تا فاطمی امین رو استیضاح نکنن. من برگشتم به عقب تا میخوام وقت نداریم سریع بگم اینا رو. احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس 11 به نمایندگان گفت در ماجرای استیضاح قبلی وزیر صنعت معدن و تجارت مشاهده کردیم که تعدادی خودروی فیدلیتی و دگنیتی در پارکینگ مجلس پارک شده است. یکی از علل عزل قلی ها از معاونت اجرایی مجلس واسطه شدن برای گرفتن فیدلیتی و دگنیتی بود. حالا گزارشی از همیشه وقتی خیلی لو میره طرفا برم دارن میذارنش ورش داشتن گذاشتنش معاونت دیوان محاسبات کشور. ببینید یک گزارشی است از یکی از یک منبعی که برامون فرستادن و براتون میخونم. نام علی محمد قلی ها در پرونده استخدام های چند هزار نفری و ریخت و پاش های مترو تهران، فساد در سایپا پرس و سایپای سوریه و پرونده املاک نجومی، رسوایی شاسی بلند های رشوه داده شده به نمایندگان مجلس مطرح بوده است. او داماد برادر منصور عرضی مداح مشهور و تندرو است و عملا مدت طولانی دست راست باقر قالیباف و یار غار الیاس قالیباف بوده است. قلی ها از طریق کارپردازش کوروش مهرابی از سال 2016 میلادی یعنی 9 سال پیش تقریبا با دریافت اقامت دائم، الان 2023 از سال 2016، با دریافت اقامت دائم از آلمان بخشی از اموالش را به آلمان منتقل می کند. قلی ها شوهر خواهر علی محمد قلی ها حسین درویش هندی هم به همراه نصیبه خواهر قلی ها همان سال به آلمان مهاجرت کردند و اداره فعالیت های اقتصادی او را به عهده گرفتند. این شرکت تاکسی لیموزینه که مدیرش بابای علی محمد قلی ها بوده، حاج عباس، حالا شوهر خواهرش درویش هندی. قلی ها در سال 2017، یک سال بعد از انتقال بخشی از پولا به آلمان، شرکت دیجیتال سیستم کانسلتینگ را تأسیس می کند. بعدتر نام این شرکت به نام دی پی اچ پترو هندل تغییر می کند و وارد کار نفت و گاز می شود.
در سال 2020 دارین میبینین دیگه، من دیگه توضیح نمیدم، اسمشون لااقل اونجا هست دیگه، دیگه این اسنادم حالا. در سال 2020 همین شرکت با تغییر نام، میبینین دیگه اسمش شده کوما، رسما به کوروش مهرابی همون مباشر قلی ها منتقل میشود تا رد پای قلی ها گم شود. ببینین اینجا مدیر عامل کوما علی محمد قلی هاست، کجا میشود؟ آره دیگه، این بر کوما هست و این بر قسمت منیجمنتش علی محمد قلی هاست. خب سال 2020، سه سال پیش، مدیر عامل این شرکت چنان که میبینین میشه کوروش مهرابی، یعنی دست به دست میشه تمام این شرکت های دست به دست میشه و یعنی مدیریت عاملیتش دست به دست میشه. با اینا ادامه گزارش رو بخونم. اندکی بعدتر سر و کله همون دوروبری های همیشگی و یارغار قلی ها، یعنی امید تهش‌سر که از دوره احمدی نژاد با او در سایپا و مترو تهران فعالیت میکرده و در پرونده املاک نجومی و استخدام چند هزار نیروی مازاد در مترو تهران همراه او بود، و همچنین سید مهدی احمدی، این شرکت زیر نظر داماد خانواده قلی ها حسین درویش هندی فعالیت میکند، که سید مهدی احمدی که این همین آقای مهدی احمدی رو که عرض کردم کیه، که این آقا دوماده تمیز کردن پول های ناشی از معاملات مختلف ممکن است نقش این شرکت ها باشد. در همین سال ها شرکت اینوست ایموبیلیه با سرمایه ساختمان سازی، با سرمایه قلی ها و تجسر و با هدف فعالیت در بازار مسکن آلمان توسط یک جراح زیبایی در آلمان تأسیس شده و پروژه های ساختمانی شروع می شود. اینجا شرکت آقای دکتر جراح با علی محمد قلی ها و شوهرخواهرش نصیبه یعنی حسین درویش هندی ثبت شده. مدارک زیاده، اینا رو بنده فقط محض مستند کردن موضوع خدمتون عرض کنم. ادامه گزارش. پس از به قدرت رسیدن قالیباف در مجلس، قلی ها به عنوان معاون اجرایی او مشغول به کار شده و با فشار فراوان در روزهای آغاز دولت رئیسی، امید تهش‌سر به عنوان مدیر عامل شرکت دی اچ اف، همون شرکت های اقمادی سایپا در دوسلدورف، به جای حمید بهرعلی که عرض کردم نایب رئیس فدراسیون فوتبال بود یه سال، منصوب می شود. دی اچ اف در واقع به عنوان حیات خلوت سایپا توسط عادلی تأسیس شد و در کار دور زدن تحریما برای برآوردن احتیاجات صنایع خودروسازی فعال است. در غیاب هر گونه اشراف اطلاعاتی و نظارت بر فعالیت های این شرکت، میلیون ها یورو از معاملات شرکت های گروه سایپا توسط کوروش مهرابی و تهش‌سر در جهت تأمین منافع قلی ها و قالیباف جهت داده شده است. امید تهش‌سر قبلا در پروژه های معذرت میخوام قبلا در پروژه های شرکت مترو تهران عملا نقش ماشین امضای سرتیپ سپاه حابیل درویش، حابیل درویشی، مدیر عامل وقت شرکت ساخت مترو و تأیید چشم‌بسته صورت حساب های چند هزار میلیاردی قرارگاه سارالله را بر عهده داشت و اکنون همین امید تهش‌سر همان نقش را در آلمان برای قالیباف و قلی ها دارد. در یک سیکل پیچیده تمامی خریدهای شرکت دی اچ اف، همون شرکت فرعی سایپا در آلمان، برای شرکت های ایرانی ابتدا توسط شرکت های واسطه تحت کنترل کوروش مهرابی مباشر قلی ها انجام شده و سپس با دو برابر قیمت به دی اچ اف فروخته می شود. پول های به دست آمده هم از طریق شرکت های متعدد میچرخد و در اختیار قلی ها و تهش‌سر قرار می گیرد. سوال اینجاست دست راست آقای قالیباف و نظام مقدس دست کم از سال 2016 میلادی، از 7 سال پیش، در آلمان چه می کرده است؟
چرا همه خانواده و اموال خود را به آنجا منتقل کرده است؟ همین قلی ها. منابع مالی شرکت دی اچ اف فرعی سایپا در آلمان صرف انجام چه فعالیت هایی می شود؟ من یکی دو نکته رو در این یکی دو دقیقه آخر برنامه اضافه کنم. یکی این که بعید می دونم بشود میزان دارایی های مردم ایران رو که این جماعت از ایران خارج کردن و می کنن معلوم کرد. واقعا بعید می دونم هیچ وقت. تا زمانی که این بختک جمهوری اسلامی هست این ماجرا ادامه داره و فقط با مرگ این حکومته که این مسیر جلوش گرفته میشه، میشه حساب کتاب کرد. البته همین الان مسیر این پول ها رو که از آلمان به کجا میره و در آلمان چه باهاش میکنن میشه پیگیری کرد. سرمایه و دارایی همه شرکت هایی که اینا تأسیس کردن و ثبت کردن تو آلمان 25,000 یورو ثبت کردن، دیدین شاید تو بعضی از اسنادی که نشون دادیم. من نمیدونم این 25,000 یورو آیا مرز فرار مالیاتیه یا دلیل دیگه ای داره که همشون دارایی ثبتیشون 25,000 یورو. البته غیر از دی اچ اف. دومین نکته این که ما قبل از تهیه این گزارش، قبل از برنامه امشب، از یه هفته پیش حدوداً برای امید تاجسر حسین درویش‌هندی و آقای جراح پلاستیک شاغل در آلمان دعوتنامه الکترونیک فرستادیم که بیان به این برنامه و توضیح بدن به همین برنامه که متاسفانه هیچ کدام جواب ندادن. بالاخره جواب میدن. بریم پرده آخر. سه تا بخش میان شکایت قیامت به خدا. یکی قرآن شکایت میکنه، میگه منو تو خونه گذاشتن، گرد و خاک رو منو گرفت، نمیدن بخونم. شوخی نکن. یکی عالم محل میاد شکایت، میگه خدایا من 20 سال 30 سال درس خوندم، توی این محل بودم نیومدن مسئله بپرسن، دینشون رو بپرسن، استخاره اونم چیز من خواب دیدم، علمم یادم رفت. و قدر یکی هم مسجد محل میاد شفایت، بگه نمیمد تو من نماز بود با اینکه 50 قدم فاصله، بس منتظر این داستان ها باشیم. شب و روز خوش.